حدود یک سال است که در ایران بیشتر از سالهای قبل کشت و کشتار و مردن آدمها شروع شد. کرونا کی به ایران رسید و کی شیوع کرد و چقدر طول کشید؟ آذر ماه 1398 ماه غریبی بود. وقتی ماه شروع شد اعتراض‌های گسترده آبان 98 که کشته و زخمی و بازداشتی و ویرانی‌های زیادی بر جای گذاشته بود و حدود 1500 نفر کشته و زخمی‌های فراوان و زندانی و دستگیر شدن آدم‌های ایرانی به خصوص جوان‌ها بودند. آذر ماه سال گذشته مثل همه آذرهای سالهای قبل آلوده بود و آلوده تر از قبل هم شده بود. در تهران روزهای زیادی مدارس تعطیل بودند. وقتی هوا آلوده است سالمندان و مبتلایان به بیماری های مزمن نیز به ناچار در خانه میمانند. در آن ماه آنفلانزا و شیوع زودرسی داشت که مسئولان را غافلگیر کرده بود. فقط در تهران اینطور نبود، در تمام کشور ترکیب آلودگی هوا، موج سرما و آنفلانزا باعث تعطیلی مکرر مدارس میشد، از جمله در استان قم، در تهران و برخی شهرهای بزرگ. آنفلانزا جان شماری را گرفت. هرچی که بود در پاییز پارسال یعنی 98 آمار مرگ در ایران در مقایسه با 5 سال پیش عجیب بالا بود، 7.5% بالاتر از قبل. آیا این به دلیل کشته شدگان اعتراض ها بود یا قربانیان آنفلانزا؟ توزیع این افزایش قابل توجه معمایی حل نشده میماند. با این حال، با این بررسی، ایران در پاییز سال پیش دچار شیوع سراسری کرونا بوده است را رد می کند. در ماه اسفند سال گذشته رسما کرونا وارد ایران شد و وزارت بهداشت اعلام کرد دو بیمار سالمند دلیل کرونا در قم درگذشتند و روز پیش از آن علوم پزشکی این را تکذیب کرد و گفته بود تا کنون هیچ مورد مثبتی در کشور نداشتیم. این آمار شروع شد و این ویروس کرونا شایعه بسیار عجیبی در ایران شد و ادامه داشت تا امسال که در تمام جهان این ویروس کرونا قتل‌های بسیاری رو انجام داده، زن و مرد رو درگیر کرده و تا کنون چندین میلیون از انسان‌های بیگناه رو در سرتاسر جهان کشته است. می‌رسیم به چند ماه گذشته. بخش زیادی از مردم دچار این بیماری شدند و کشته شدند. در طول چند ماه گذشته حدود 15 نفر از هنرمندان کشور در طول این چند ماه اخیر در سال 99 به دلیل بیماری‌های مختلف و که برخیشون به دلیل کرونا بودند و برخیشون هم به خاطر فضای مسموم هوای شهر و بیماری‌هایی که باعث شده بود، هنرمندان هم در این سال تعداد زیادیشون کشته شدند. محمد علی کشاورز، نصرت الله وحدت، محمد رضا شجریان، خسرو سینایی، بهمن مفید، نصرت کریمی، صدیقه کیانفر، سیروس گرجستانی، ماهچهره خلیلی، اکبر عالمی، کامبوزیا پرتویی که اخیراً بود، چنگیز جلیلوند هم همزمان با کامبیز پرتویی از دنیا رفت، کریم اکبری مبارکه و آخریش هم که پرویز پور حسینی بوده است. و اما این هنرمندانی که نام بردن و از دنیا رفتند، جایگزین شدن آنها بسیار مشکل است. هر کدام از اینها سرمایه های هنری کشور ایران بودند که در طول سالها فعالیت و تجربه توانسته بودند هنرنمایی کنند برای مردم ایران. امیدوارم این بیماری هرچه زودتر شرش از سر جهان کنده بشه و خصوصا ایران.